چی بگم؟ آقا من چی بگم آخه؟ من نمیدونم. اینجور کمره بدم سر. چند تا سواله؟ نه جدی بگو بگو. الان خوبه؟ اینجوری خوب نیست میگه میگی. خراب شد؟ دوباره از اول باید بینی؟ بله. سلام. همیشان؟ بله. تو گشنت باشه؟ نیز نمیشه که بابا عشق بدنه چیز کنی چیز کنی. ولی عشق نباشم تو اشتهات کور میشه. نه نمیشه. میخوری قدیه رو خونه. آهنگ داری گوش میدی؟ حالا اگه فوتبلاگر نمیشدی چی کاره میشدی؟ اگه فوتبلاگر نمیشدم کنه همون رشته خودم ساختمون سازی. گرونترین غذایی که تا حالا تست کردی چی بوده؟ خاویار بوده فکر کنم دیگه. گرونترین غذای دنیا خاویاره. چقدر بوده مبلغش؟ خاویار که خب همه رو نخوردیم، ولی خاویار کلا 50 گرمش درجه اعلاش 700-800 تومانی میشه. همین خواهی قرار بود یه غذا باشی دوستش چی کدوم غذا باشی؟ فکر کنم استیک. استیک خوبه نه؟ الان هم استیکم البته اگه به نظیر آتیش. آقا یه سوال جنجالی، اگه از داستان زندگیت فیلم بسازن اسمشو چی میذاری؟ بابا این دیگه یه روز 3 ماه روش فکر میکنه اسم فیلم انتخاب میکنه. چه سوالیه؟ فیلم 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 اسم فیلم چی بذاریم؟ بذار فکر کنم. جهانگرد شکمو. حالا خودت چه غذایی رو بهتر درست میکنی؟ ماکارونی با مایه کنسروی رو عالی درست میکنم. حالا کلن ترجیحت بین فست فود و رستوران کدومه؟ رستوران فکر کنم بهتر باشه. افت جفتش هم خوبه. رستوران غذای عشق؟ فکر کنم البته شوخی کردم اونو، ولی فکر کنم عشق نه، ولی یه چیزی هم هست تو گرسنه باشی دیگه عشق و عاشقی اینا یادت میره دیگه. از اون طرف هم اگه عشق نباشه نه دیگه تو اشتهات کور نمیشه. این همه آدم عشق ندارن مثل چی میشینن لوبیا پلو رو میزنه با تعدیق. همون غذا فکر عشق عشق. آقا راستی مردم شما رو تو خیابون میبینن بیشترین سوالی که ازتون میپرسن چیه؟ بیشترین سوال معمولا رستوران خوب رو میپرسن، یه رستوران خیلی خوب بهمون معرفی کن، یا سوال این که مثلا چجوری شروع کردی، ما چجوری بلاگر بشیم. این سوال هم خیلی سواله پرتکراری هستش. حالا جوابت به این مردم که میپرسن چجوری باید بلاگر شیم چیه؟ من خودم که خیلی خوب آزمون خطا کردم، جزو اولینا بودم از 10-11 سال پیش، ولی الان دیگه فکر کنم برای آزمون خطا خیلی دیر باشه. میتونن که آموزش ببینن، آموزش خیلی زیاده، آموزش ببینن. والا تا امروز اگه بخوام دروغ نگم بیشتر نمیدونم، من حوصله نداشتم جواب بدم، سعی میکردم بپیچونم، یا البته به بیشتری ها پیشنهاد میکنم میکردم که خیلی تلاش کنید و بالاخره پیجو بزنید و شروع کنید و عکس گرفتن ویدیو گرفتن، ولی الان میتونم دوره رو بهشون پیشنهاد بدم. توی 8-9 ساعت آموزشی که میبینن توی 1 ماه با کمک پشتیبانی خیلی زود میتونن که به درآمد برسن. حالا مگه خودتون آموزش دیدین؟ من که آموزش ندیدم، ولی خب من خیلی مدت زیادی آزمون خطا کردم، هی بالا پایین شده، هی روش‌های مختلف رو امتحان کردم، کلی پول به باد دادم توی تبلیغات این برانبر، ولی خب شما لازم نیست که همه این مسیر رو دوباره از اول برید، شما توی 2 سال این کار رو انجام بدید. آقا بعضی از این بلاگرها میگن ما رایگان بلاگری رو آموزش میدیم، این داستانش چیه؟ والا رایگان که نمیدونم، هر کسی رایگان آموزش میده برید خب یاد بگیرید، ولی تا اونجایی که من میدونم کسی رایگان چیزی به کسی نمیده، حتی مامان به بابا خوبی نمیکنه رایگان. آقا جواب بدی، چرا شما آخه دورتون رو رایگان نمیدی؟ چرا رایگان باشه؟ من این سوال از شما میپرسم. الان کلی اونجا پرسنل هست، 10-15 میلیون هر کدوم دارن حقوق میگیرن، اجاره دفتر هست، کلی تجهیزات و لپتاپ و کامپیوتر و نور داریم، قراره که 1 ماه پشتیبانی بشی، چرا باید رایگان باشه؟ سایت کلی هزینه داره، دفتر اجاره کردیم، انگار مثلا یه نفر الان بیاد یه آموزشگاه زبان فرانسه بزنه بگه آقا رایگان بسم الله بیایید همتون رو رایگان میخوام آموزش بدم، اصلا شک میکنید دیگه، میگه حتما یه کاسه زیر نیم کاسه هست این آدم. آقا حالا بحث دوره و این چیزا خارج بشیم، راست حسینی بیا بگو چقدر این بلاگرها درآمد دارن؟ بلاگرها که خیلی درمیارن، حالا من نمیتونم اسم ببرم از شخص خاصی، ولی مثلا یه خانم بودش، خانه‌دار بودش، یعنی هنوزم هست، 40 میلیون تومان بابت استوری میگیره. شما حساب کنید
هر روز یک پکیج استوری بره میشه ماهی 1,200,000,000. یا یه خانومی بود توی شوال خونه دار بودش، خانوم و آقای نمیدونم چی بود اسم پیجشون نمیتونم بگم، 8,000,000 تومان میگرفت بابت استوری. شما حساب کنید روزی یه دونه استوری بذاره میشه ماهی 240,000,000 تومان فقط از استوری، حالا پست به کنار چیزهای دیگه به کنار، خیلی در میارن. آقا جابر خودت چی؟ پول جنی چقدر در میارن و میگی؟ بله جان من کار داری؟ من یه لحظه برم اونجا صدا میکنم چیکار دارم؟